خانم ها، آقایان، درود بر شما. خوشبختیم که همچنان ما رو همراهی میکنید. امروز چهارشنبه ششم ژوئیه، 15 تیر ماه، دومین ماه تابستان و تابستان داغ تقریبا در برخی از نقاط فرانسه به خصوص تا 44-45 درجه هم بالا رفته، به ویژه در ایتالیا و فرانسه باعث خشکسالی در بسیاری از مزارع شده. به هر حال این چیزها به هر حال در طبیعت هست. به مناسبت روز جهانی ورزشی نویسی یادی میکنیم از دکتر صدرالدین الهی، سرسلسله ورزشی نویسان ایران دوران مدرن، بنیانگذار کیهان ورزشی که شوربختان ما رو ترک کردن، مثل مانوک خدابخشیان، مفسر فوتبال و البته سیاسی، محمد علی اینانلو، دو همکار من در ورزش از نگاه دو در تلویزیون ملی ایران در دوران شاهنشاهی، و البته یادی هم از منوچهر لطیف، یکی از مهمترین و بهترین کشتی نویسان ایران. شاد باش به همه کسانی که در ورزش قلم میزنن، عکاسان ورزشی و نویسندگان. میدونید که این دوم جولای یا دوم ژوئیه با عنوان روز جهانی ورزشی نویسان اولین بار در بازی‌های المپیک 1924 در فرانسه بود به مناسبت تأسیس انجمن جهانی ورزشی نویسان و برای تجدید از خدمات ارزشمند خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان ورزشی که در مسیر پیشبرد ورزش دنیا قدم برمی‌دارند و این روز به افتخار اونها نامگذاری شد. اما پیام شهبانو فرح پهلوی به اینفانتینو، قبل از اینکه پیام رو من خدمتتون بگم اجازه بدید یک ویدیویی هست از تمام رویدادهای مهم این هفته که گذشت با لطف علی. رویدادهای ورزشی مهم هفته رو دیدید، از تور دو فرانس که برای نخستین بار از کوپنهاگ آغاز شد، کشوری که به پایتخت دوچرخه دنیا معروفه و میگویند که دوچرخه ها از تعدادشون از تعداد جمعیت دانمارک بیشتره. به هر حال این هم یه شانسیه، چون در اونجا به هر حال دوچار این هوای آلوده و اینا کمتر میشن و البته دوچرخ سواران خانم هم آزادن، مثل این جمهوری فاسد نیست که جمهوری اسلامی که زنان ایران رو از دوچرخ سواری منع کرده، همچنین اونها رو از رفتن به ورزشگاه های فوتبال و دیگر ورزش ها منع کرده. به همین مناسبت پیام شهبانو فرح پهلوی به اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم مهم بود. شهبانو فرح پهلوی در نامه‌ای به جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال از او خواست که از فرصت جام جهانی برای پیگیری حق حضور زنان ایران در ورزشگاه‌ها استفاده بکند. شهبانو در این نامه نوشت: شرم‌آوره که حق بدیهی و عادی زن در سراسر جهان به محرومیت بدیهی
و عادی زن در ایران تبدیل میشه. به هر حال شاید این رژیم فاسد و ضد زن و ضد انسان آخرین کشوری باشه که همچنان از ورود زنها به ورزشگاه ها جلوگیری میکنه. اما نامه هم از ورزشکاران ملی پوش ایران به نخست وزیر بلژیک در مورد یک توافق شرم‌آور، واقعا شرم‌آور، که به هر حال بلژیک میخواد با رژیم تروریستی آخوندها واقعا برقرار کنه، در مورد اینکه دو تا کشور بتونن اون محکومیت کسانی که در اون کشورها جرمی انجام دادن بگذارن و برن به کشور خودشون. و معلومه که خب تمام این تلاش برای اینه که اسدی دیپلمات تروریست بمبگذار ایران به ایرانی در کشورهای فرانسه، آلمان، که همه این کشورها او رو تحت تعقیب قرار داده بودن و قرار بود این بمب در واقعا گرد همایی مجاهدین خلق در پاریس منفجر بشه، به هر حال با این مسئله میخوان کاری بکنن که این مثلا امثال اسدی بتونن به ایران برن و با دستگل ازشون حمایت بشه، استقبال بشه. واقعا شرم آوره. اما کارزار حمایت مردمی از کاپیتان وریا قفوری همچنان به گرمی ادامه داره و از مرز 50,000 امضا گذشت. وریا قفوری کاپیتان استقلال سالهاست که به غیر از صحبت و فعالیت درباره فوتبال به مسائل رخ داده در حوزه اجتماعی تا حدودی سیاسی پرداخته. در اینستاگرام شخصی خودش واقعا به این مسائل مختلف توجه نشون داده، مثل اعتراض به آتش سوزی در مدرسه دخترانه در زاهدان یا بالا رفتن نرخ ارز و سکه، ابلاغ حکم فساد فعل ارز علیه 5 فعال محیط زیست، تیراندازی به کولبرا، اسارت محمد جواد ظریف و البته داستان واقعا غم‌انگیز ساقط کردن هواپیمای اوکراینی. وریا بیشترین وقت خودش رو میگه که غیر از فوتبال به هر حال صرف دفاع از مردمش، پشتیبانی از مردمش میکنه و در کنار مردمش مونده. حالا آقای محمد دادکان، ملی پوش پیشین و رئیس خوشنام و واقعا کاردان پیشین فدراسیون فوتبال ایران، در گفتگو با روزنامه اعتماد میگه که وریا حذف شدنی نیست، در دل میلیون ها ایرانی جای داره، حرف ایشون حرف مردمه. تیم جمهوری آخوندی رو باید تحریم کرد، همونطور که بازیکنان تیم فوتبال زنان ایران در اعتراض به کنار گذاشته شدن مریم ایراندوز، مربی شایسته خودشون، حضور در تمرین های تازه رو بایکوت کردن. باید این فوتبالیست های به اصطلاح مردم یاد بگیرن از این دختران واقعا فوتبالیست. درود به این دختران. بازگشت به فرانسه بعد از 3 روز تور دو فرانس، یعنی 109مین نسخه تور دو فرانس. میدونید که تور دو فرانس یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی در جهانه و مهمترین رویداد در دوچرخ سواری حرفه‌ایه. جالبه بدونید که به هر حال یه روزی چرچیل گفته بود اگه بخواید فرانسه رو بگیرید باید روزی برید که تور دو فرانس باشه، یعنی انقدر مشغوله. و دانمارک، پایتخت دوچرخه جهان، از این تور دو فرانس امسال به خوبی استقبال کرد و هزاران نفر اومدن سر راه این دوچرخ سوارا. و جالب تر از همه یک دوچرخ سوار دانمارکی هم پیراهن خالخالی، یعنی سلطان کوهستان، رو برنده شد. خانم ها، آقایان، همراه علی کارگردانمون، رضا صدا و دیگر همکارانم در ایران فردا با شما بدرود میگم تا شنبه آینده. شب و روزتون دلنشین.